حسینعلی زابهی متولد 1324 در تهران هستم و از بچگی علاقه داشتم به نقاشی و تقریبا از سن 7 سالگی تا اینه که مجبور شدم یه مقدار چون زیاد علاقه داشتم به نقاشی رفتم هنرستان هنرهای زیبای به اصطلاح پیچ شمران اونجا زیر نظر مرحوم شادروان محمد ابراهیم جعفری تعلیم دیدم 3 سال تا اینه که دیپلم شدم بعد از دیپلم بعد از خدمت سربازی عازم فرانسه شدم و رفتم اونجا در بوزار در واقع شروع کردم به ادامه تحصیل و اونجا زیر نظر پروفسور پیر ماته تعلیم دیدم و بعد از اون که در واقع تموم شد و کارم در پاریس 2 تا نمایشگاه انفرادی داشتم 2-3 تا گروهی بعد دیگه روانه تهران شدم اومدم و در وزارت فرهنگ و هنر استخدام رسمی شدم که الان شده ارشاد اسلامی و چیزی نگذشت که در واقع 4-5 سال نگذشت که دیگه رویه لازم رو من در واقع نداشتم استفاده دادم و بعد در 1167 در واقع دعوت شدم به دانشگاه هنر دانشگاه هنر من تدریس کردم و یه مدتی هم میرفتم اصفهان پروازی اونجا درس میدادم در دانشگاه پردیس اصفهان دانشگاه پردیس یه مدت هم در دانشگاه آزاد بعد دیگه اونجا هم یه مقدار خسته شدم دیگه پرواز نکردم و دیگه تهران موندم و تا حالا در واقع تدریس میکنم و تا حالا تدریسم خیلی کم شده شاید 1 روز در هفته بعد از ظهر من نمایشگاهی که گذاشتم در واقع 2 تا نمایشگاه انفرادی در پاریس داشتم موقع دانشجویی و چند سال پیشم یه نمایشگاه در زوریخ داشتم بعد بیشتر نمایشگاهم در تهران بود گالریای خانه آفتاب و برگ سابق و باران و بعد دیگه حدود 10-11 ساله که همینجا دارم نمایشگاه میذارم هر سال اردیبهشت ماه کلن من چند دوره 4-5 دوره دارم همیشه یک در واقع چاشنی از اکسپرسیونیست تو کارهای من بوده حتی در کارهای آبستران هم بوده منتها دیگه الان حدود در واقع از به اصطلاح دوره جنگ تا حالا بیشتر همه سبک اکسپرسیونیست اکسپرسیونیست کار کردم و منطقه با تغییر یه سری رنگ ها که در واقع خودش تو خودش زایش کرده و بدون اینکه من سوژه رو در نظر بگیرم در واقع به کار نقاشی میپردازم بیشتر به بیان نقاشی من چیز دارم خیلی اعتقاد دارم تا اینه که سوژه برای من از نظر من در واقع در ردیف دوم قرار میگیره
چون بیشتر به زبان تجسمی در واقع اعتقاد دارم که نقاشی بیان خودشه. پاریس که بودم بیشتر دوران کودکی خودم رو در ایران به صورت خیلی سمبولیک کار میکردم و بعد که اومدم در ایران در واقع تحت تاثیر این مسائل من شروع کردم در واقع یه مدتی آبستری کار کردم در واقع شاید 20-25 تا بیشتر آبستری نبود که باز دوباره برگشتم به فیگور یا دوران دوره خودم اسمشو گذاشتم دوره عرفانی در واقع یه مقدار ساخت پرداخته تر یه سری مسائل معنوی و عرفانی با نور و با فضا سازی در واقع من کار کردم و اونم در واقع باز گذاشتم کنار باز بازگشت کردم به همین این تقریبا کار اکسپرسیونیسمی که در واقع الان هم شما مشاهده میکنین منتها همجوری تداوم داشته و من معتقدم که در واقع این کار هر سال برای خودش تو خودش زایش میکنه چه از نظر فرمی، چه رنگی، چه بافتی، چه تکنیک زایش های مختلف داره و به همین دلیل من هر سال نمایشگاه میذارم و تا ببینم که مخاطبین نظرشون چیه یا خود من حتی موقعی که کار به دیوار میره نور میخوره یه مقدار نقاط ضعف و قوتشم خودم دریافت کنم. اینه که کلن نقاشی به نظر من یک چیزی نیستش که در واقع از اول ساخته و پرداخته باشه یا سازکاری داشته باشه یا خط کشی شده باشه یا روش تفکر و تعمق شده باشه، اونجوری نیست. باید کار کنی با رنگ، فرم، بافت و رابطه ها کار بکنی تا این زبان نقاشی نمود پیدا بکنه. موقع که نمود پیدا کرد در واقع من نگاه میکنم روی فیگورام میبینم که این چه تیپی رو میتونه در واقع برای من تداعی بکنه. بعد از کار من یه اسمی برای اینو میذارم. حالا هیچ اصراری هم ندارم که این اسمی که من گذاشتم همه بگن که همونه. ولی اسم از نظر خودم میذارم، شاید هم یه در واقع کمکی میشه به بیننده که چرا مثلا من خنده بی امان رئیس دزدار رو مثلا به این صورت کار کردم، این لبخند چجوریه، این نگاه چجوریه، سر به بالا کردن چجوریه، اون عینک چیه. اینا در واقع موقعی که کار میکنم خودم حس میکنم که در واقع این میتونه یه رئیس دوز بشه. اسم رو هم اینجوری من میذارم، یعنی اول اسم تعیین نمیکنم تو بعد مثلا روش کار بکنم، کار میکنم بعد اسم تعیین میکنم اگر لازم باشه. اینه که به این صورت در میاد و نقاشی به نظر من مستقله و بیان خودش داره و هر کسی به نظر من باید به ذات خودش رجوع کنه و ببینه از درون چی میخواد. بعد این فرم کارم در واقع چون من اونجا یه مقدار بودم، اون طرف در فرانسه بودم، در واقع اونجا مقدار اینجا تربیت شدم یه مقدار دیگه اونجا تربیت شدم و بعد کارا رو در اونجا دیدم، بیشتر به مکتب فرانسه و مدرسه پاریس نزدیک. به خاطر اینه که من اونجا هم در واقع گهگاهی نمایشگاه میذارم و اونا هم در واقع چون به مکتب اونا نزدیکه بیشتر میفهمن. کسایی که علاقه دارن و میخوان خیلی میان اینجا نگاه میکنن و میگن که مثلا این تکنیک رو چجوری پیدا کردی؟ نمیدونم این تکنیک خیلی مثلا با پتویت بی جان یا مثلا با پورتره ها اینا همشون با هم چفته، هیچ نمیشه گفت این طبیعت بی جان از پورتره ها جداست. اینا من گفتم که بابا این مقدار زمان میبره، زمان بره، باید کار بکنین، انگیزه داشته باشین، ناامید نشین تا بتونین به یک جایی برسین که در موقع یه مقدار جامع الاطراف بشی
که محتوا تکنیک در واقع یکی بشه. تمام نقاشایی که شما نگاه میکنید تو تاریخ هستن، در واقع نمیتونید بگید که تکنیکشون پیشه یا محتواشون پیشه، اینا همه با هم حرکت کرده. رامبراند نگاه کنید، وان گوک نگاه کنید، پیکاسو رو نگاه کنید، اینا کسایی هستن که در واقع تکنیک جدا از محتوا نیست، اینا هر دو تاشون با هم دارن کار میکنن. اینه که من نظرم به مخاطبا و بیننده‌ها اینه که اگر سوالی براشون پیش میاد که ببینن چرا این کارا اینجوری شده، چرا این کارا یک مقدار دفرمه شده، اینه که باز کار زیاد یواش یواش اون در واقع غنایم درونی آدم یواش یواش رشد میکنه، زنده میشه و نبود پیدا میکنه تو تابلو.